از درگیری جرشو و اشکان کاگان تا حواشی لغو کنسرت چرسی. وکس خوش اومدیم به یه رپ نیت تیوی دیگه. امروز اومدیم حواشی کنسرت چرسی با هم دیگه بررسی کنیم. اینجوری که خیلی هاتون میدینین چرسی شنبه 19 فروردین ما اولین کنسرت رسمی تاریخ رپ فارس داخل تهران برگزار کرد. این کنسرت با استقبال زیاد هواداره رپ فارسی به همراه بود. اما این کنسرت حواشی به همراه داشت. حدوداً این کنسرت بعد 40 دقیقه بعد از اجرای 6 قطعه ترک توسط چرسی، توسط مامورین نیروی انتظامی و دیگر ارگان‌ها برای کنسل کردن کنسرت به محل برگزاری اومدند. حواشی بعد کنسرت طرفدارای چرسی کوتاه نیامدند و با همخوانی کردن چند قطعه از ترک‌های چرسی بیرون محوطه سالن از این رپر حمایت کرد. اما چند آرتیست داخل این کنسرت حضور داشتند، مانند یانگ ساده که به عنوان هنرمند مهمان با اجرا کردن یک قطعه سولو و یک قطعه همکاری با چرسی داخل این کنسرت حضور داشت و بقیه رپرها مانند کیارپ، مجهول و دورجی به عنوان مهمان ویژه داخل این کنسرت حضور داشتند. اما چند رپر مانند زیرتونی وانکی و سورو ام جی و اپیکور از نوع لغو شدن این کنسرت اعتراض خودشون رو به عنوان حمایت کردن از چرسی نشون دادن. بریم با هم استوری های این رپرها رو ببینیم. این همه داره به جامعه مخاطب رپی توهین میشه. حالا من نمیدونم ماجرا چیه، حالا مثلا این کنسرتی که الان یا لغو شده یا اون چیزی که باید میشده نشده، این باید ببین پشت پردش چیه، قضیهش چیه. واقعا باید کسایی باشن که اینو توضیح بدن. با من نمیدونم چرا انقدر تنهایی، اینو گولیمون میزنن ببرن رو صحنه بزنن و چه فازه. و اما حواشی جرشو اشکان کاگان، اگه خیلیاتون استوری ها رو دیده باشین، جرشو استوری گذاشت و گفت موزیک این کاری که داخل ساوند کلاد بودن 1,000,000 رو رد کرده، این موزیکو ویو فیک زدم داخل ساوند کلاد تا به خیلیاتون نشون بدم که آرتیستایی که فنش هستین این ویو رو خیلی الکی میتونن به دست بیارن. داشتن چند تا استوری داخل پیج اینستاگرامش از اشکان کاگان چند تا افشا سازی کرد که میریم با هم دیگه استوری ها رو ببینیم. یو بچه چطورین؟ من میخوام به این مقوله فیک بپردازم واسهتون و نکته ای که هست، الان من صفحه ساندکلادم تیک آبی داره و ترک این کارم 1,000,000 ویو خورده، یعنی در نهایت هیچ کی نمیتونه بگه نخورده، برین چک کنین 1,000,000 ویو رو خورده، ولی فیکه، یعنی ویو زدن، لایک زدن، کامنت زدن رو ساندکلاد و هر چیز دیگه به سادگی امکان پذیره. و منم گفتم هر جور دیگه بخوام به این بپردازم ملت میگن فشار خوردی، اینا واقعا ویو دارن. و اوکی من کار خودم رو ویو فیک زدم که بهتون ثابت کنم اوکی برین چک کنین 1,000,000 ویو خورده ولی فیکه. چیز عجیب غریبی نیست. یعنی در نهایت یه نکته هم بهتون بگم، چند سال پیش یادم جی جی گفته بود من رو آر جی همه ترکام با هم دیگه میلیونی ویو خورده، همه گفتن تو رادیو جوان دستتون توی کاسه است و نمیدونم فیک اینو اینا. اون جی جی زد بازی که نمیدونم رادیو جوانی که همه اپش تو گوشیشون داشتن فیک بوده، ولی الان هر کی ترک میده رو ساندکلاد دو روزه میلیونی میشه واقعیه. حالا نکتهش اینه هیچ کدوم روی یوتیوب میلیونی نیستن، یعنی منی که دارم این حرفو میزنم روی یوتیوب همین الان ویو 2,000,000 دارم. و حالا نکته اون کارم اینه، یه کاری که بزرگ تا کوچیک، پیر تا جوون، پدر مادرتون همه شنیدن و موزیک ویدیو داده داشته که با چند برابر ویو بخوره و نمیدونم بزرگ تا کوچیک رپ فارسی هم توش بودن، 10 روز طول کشید میلیونی بشه. اینا یه کار میدن که جامعه مخاطبین رپ فارسی فقط مخاطباشن، دو روزه میلیونی میشه. یه خورده واقعا مغزتون رو کار بندازین. حالا این اولیش بود، ولی میخواستم بهتون بگم من که کلن کاراتونو بلدم اما تو دانس شما واقعا نمیام. یعنی این ویو رو که به راحتی میشه زد، حالا چیزهای دیگه هم ازتون دارم، به موقعش رو میکنم. تو بگو از پروموت شدن ها، از تایپوگرافی ها، از نمیدونم خشایار تیک تاک چیا رو باهاتون میبنده، مارول درست کنیم و اینا. خشایار خود میفهمی چی دارم میگم، یعنی تو در نهایت جشنواره فجر هم نمیتونی درست کنی، یعنی اصلا کاری نداره. میخوام من همین الان وایس جوک تعریف کردنم هم میتونم تو ساندکلاد میلیونی کنم واسهتون. بابا کاری نداره. راجب اشکان هم الان دیدم که رو چنل تلگرامش دوباره یه چیزی گذاشته و واسه هم فرستادین.
و اشکان جون واقعا من الان 13 14 ساله میشناسمت، یه زمانی رفیق صمیم بودی، یه زمانی هر روز با هم کار میکردیم و تاریخچه کاریت که اصلا با اسم کاگان که با من شروع شد، اصلا اسم کاگان رو که من رود گذاشتم، یعنی تو اسم اشکان سایکو بود. شاید مخاطبهای الان رپ فارسی ندونم، ولی اولین پروژه تاریخ کاریت با اسم کاگانم که با من کار کردی، تا 4 5 سالم فقط با من کار میکردی، همه جا بردمت، به همه معرفیت کردم، همین سروشو من نشستم خونت بهت گفتم با حال پسر کارش فلان این حرفا و همه چی. حاجی تو اصلا واقعا هر کاری هم که واسط بکنن، یعنی دستمونو تا اینجا هم تو اصل کنیم، تو حلقومت فرو کنیم، گاز میگیری و دیگه واقعا به نظرم تموم شده. یعنی این قضیه پسر بنیامین بهادریه که پیش اومده بود، من استوری زده بودم راجبش، تو مسیج دادی که آقا به نظر من باحال، گفتم آقا به نظر من باحال نیست، و تو گفتی نظرت محترمه، منم گفتم اوکی نظرت محترمه. باز دوباره دیدم رو چنل تلگرام یه چیزی گذاشته بودی و اومدم خونتون بهت گفتم داشتی اصلا دیگه نمیخوام باهات کار کنم، بذار رفاقت نونو نمک سر جاش باشه و دیگه کار نکنیم با هم دیگه. تو گفتی نه اوکی میخوام باهات کار کنم، من کار میذارم. گفتم نه نمیخوام آجی، اصلا تو مخبری تو واقعا، یعنی من هر کاری که میکردم میرفتی آمارشو به اینو میدادی و تو اصلا واقعا با این نسل جدیدیام تو منو چپ کردی در نهایت امر. اما اوکی همدیگه رو بغل کردیم، خداحافظی کردیم، رفتیم بیرون. شبش دیدم تو کل اون دور و وریا و رفیقا و نمیدونم هم خونه سگ بازت که سه نفری یه خونه با هم اجاره کردیم، فاز نمیدونم خیلی پول داری داریم و اینا، همه منو آنفالو کردین. 4 روز بعد دوباره زنگ زدم گفتم آقا داستانی نیستش، هستش، من بد فاز نباشم. گفتین نه آقا داستانی نیست، رفیقین فلان بیسار این حرفا. دوباره الان یه چیزی گذاشتی، یعنی داشتی تو از هر چیزی میخوای کره بگیری واقعا. و من اصلا واقعا واسه خودم متاسفم که تو رو یه زمانی واقعا رفیق خودم می‌دونستم، ولی از این به بعد دارم واسه، یعنی ببین چی کارت می‌کنم. در آخرم یه پیغام دارم واسه هیپوپولوژیست عزیز. ببین اشکان زمانی که تازه کارش شروع کرد، تو اون موقع که نبودی اصلا، بیا استودیو 3x4 متر داشت واسه یکی به اسم داریش راوی که بچه بابل سر بود، یکی دوتا کار زده بود، یو با نیمانیموش آشنا شد. نیمانیموش اون موقع بابل سر زندگی می‌کرد و داریشو دیگه استودیوش راه نداد. من یه روز خونه نیموش بودم، تازه همون بهبهها بود که تازه با منم ردیف شده بود. نیما اعصابش خورد که آقا کارم عقب افتاده، اشکان جوابمو نمیده. من زنگ زدم به اشکان، اشکان گفت ولش کن بابا این کیه فلان بیسای حرفو. همونجا من شستم تیر خورد که این آدم فراواز فرا منم شاد ول کنه، یه نفر دیگر پیدا میکنه. و باز من خر حالا باش کار کردم، اوکی رفاقت کردم، ولی در نهایت حالا من ولش کردم و اون منو ول نکرد. و نکته خوبش اینه، و تو هم حال کن که الان با اکس من کاپلی، ولی مطمئن باش که یه روزی دست تو هم گاز میگیره.